سلام وقت به خیر بریم با یک روش خاص سیستشناسی دوازدهم اول فصل اول گام به گام سعی کنم طبق سال تحصیلی جلو برم آزمایش گریفید چرا اهمیت داره موضوع را به صورت موضوعی کردم بیایم آزمایش گریفید را خوب یاد بگیریم با بررسی تمام سوال های نهایی مرتبط از سال 98 تا 1402 را هم در اینجا با همدیگه بررسی کنیم توضیح بدم وقت زیادی روی تک تک این فیلم ها دارم از شما هم خواهش مندم که لایک کردن دنبال کردن کانال و دادن نظرات فراموش نشود به خاطر اینکه این همه بیست اینجا نوشتم بریم سراغ بیست گرفتن در تک تک دروس دلیلش اینه که با توجه به کنکور 1402 اهمیت امتحانات نهایی از امسال به بعد کاملا مشخص شد که 25 صدم و 25 صدم ها تعیین تکلیف خواهد کرد در جابجایی تراز و رتبه کنکور سراسری بریم شروع کنیم ببینیم چی هست آزمایش گریفیت را قبل از اینکه من بگم برگردم رو این یک صفحه میرم جلوتر از قبل سوال های نهایی آماده کردم نگران نباش خیلی فیلم طولانی نخواهد بود ما در با توجه کتابمون در مورد یاخته ها وقتی که صحبت می شود درسته یاخته ها هم شکل خاص دارن خیلی حالا میری برمیگردی رو کتاب اینا رو میخونی و همچنین اندازه های متفاوت دارن با توجه به عمل کردی که یاخته ها در بدن موجود و زنده از خود بر جای میگذارند ما در یاخته از یک مرکز فرماندهی صحبت می کنیم مرکز فرماندهی یاخته کجا هست اینجوری بنویسیم هسته هست و هسته چی کار می کند انتقال دستور العمل دارد انتقال دستور العمل دارد دستور العمل ها حالا خواهیدید دید در سوال های نهایی ببین چجوری اومده می تواند از یاخته به یاخته باشد از یاخته به یاخته باشد و یا میتواند از نسلی از نسلی به نسل دیگر از نسل به نسل باشد یادت باشه نکتش بدون وقتی که از یاخته به یاخته صحبت می شود همان تقسیم سلولی میتوز و میوز هست که در سال یازدهم فصل ششم زیست شناسی با اون آشنا شدی. وقتی که صحبت از نسل به نسل می شود این جملات کتاب داریم دوباره این را منظور تولید مثل است یک بار سوال داده خواهید دید که به چه صورت جابجا جا کرده و موضوع غلط شده ما با کروموزوم یا فامتن که در هسته هستن آشنا شدیم اینها را هم بدون ساختار کروموزوم ها دیگه حالا خیلی رو را متمرکز نمیشم چون میخوام به چی برگردم نخمانند هست درسته و شما از چی تشکیل شدن میدونی که از پروتئین و دینا تشکیل شدن ساختار کروموزوم پروتئین و دنا هست هر موجود زنده تعداد مشخصی از کروموزوم ها را دارد هر کدام از این جملات خودشون سوال هستند هر گونه اینجوری بگیم هر گونه از موجودات زنده این کلمه ای گونه مهم هست موجودات زنده تعداد مشخصی از کروموزوم دارد انسان مثلا 23 جفت کروموزوم دارد که سال گذشته خوندی حالا بحث رو اینها نیست ما میخواییم ببینیم که دینا وقتی که اینجا صحبت میشود دینا چی هست؟ دینا حواست باشه ذخیره کننده اطلاعات وراستی این بالا می نویسم یادت باشد ذخیره کننده اطلاعات وراستی قشنگ اینو گوش بدی به هر سوالی از نهایی که میرسم بعد از این در اونجا فیلم را متوقف میکنی اول خودت جواب میدی بعد جوابی که من میدم مشخص میکنی کار را میخوام جمع جور کنم کارت راحت تر باشه که با دیدن این فیلم هیچ مشکلی نباشد ولی باز هم میگم شما هم مرا کمک کنید با لایک و کامنت و سابسکرایب خب برای اینکه ما بدونیم دینا ذخیره کننده اطلاعات وراثتی هست خودش زمان زیادی را به دانشمندان زحمت داد و اولین گام را میتونیم با توجه به کتاب درسیمون بگیم آقایی بود به نام آقای گریفیت یک افسر گریفیت یک افسر انگلیسی بود نظامی بود یادت باشه بر روی بیماری آنفولانزا کار میکرد ببین ما هیچ چیزی را حواسمون باشه که فراموش نکنیم در نهایی هم سوال های راحت نمیدم بر روی بیماری زاتریه یا سینه پهلو کار نمی کرد بر روی آنفولانزا کار می کرد یادت باشه می خواست چی بسازد؟ واکسن بسازد واکسن بسازد خب از چه طریقی رفت؟ از طریق یک باکتری به نام استرپتو کوکوس نمو نیا راه افتاد خب تا اون زمان نمیدانستن یادت باشه عامل یعنی تا زمان آقای گرفید نمیدانستن که عامل بیماری سین و پهلو یا زاتوریه به قول ما حالا در دوتاش هم در فرهنگ ما وجود دارد که هست عامل بیماری زاتوریه هست حواست باشد یادت باشه آقای گریفیت روی دو تا گونه یا دو تا سویه از باکتری کار میکرد دو تا سویه حالا اون سویه ها چی بودن من به این صورت میگم سویه صاف بود درسته و سویه زبر بود, سویه زبر بود یا حالا طبق کتابمون میگیم چی کپسولدار صافشه زبر بدون کپسولشه حالا انشالله میخوای پزشکی قبول شی خب اینارم بهتر با اطلاعات بیشتر از الان یاد بگیر که در زیست این را با اس نشون میدن این را با آر نشون میدن این اول اسموت هست صاف اونم راف یا خشن یا زبر از اون گرفته شده است خب ما اگر به این شکل نگاه کنیم خب یادمون باشد که در مورد صاف یا کپسول باکتری هم ببین از جنس پولیساکاریت ساکارید هست یعنی چند قندی پروتئین می تواند باشد و گلیکو پروتئین هم می تواند باشد گلیکو پروتئین هم می تواند ساختار نوع کپسول داره ما باشد خب اینجا رو کلی دوروبر شلوغ کردیم پس اینجا را یه پاک کنم این شکل توضیح بدم و بریم سراغ سوال نهایی و دونی که کار سخت نیست دونه دونه با این درسنامه به طور کامل مسلط میشی بر آزمایش گریفیت و اگر نکات ترکیبی هم دارد اونجا توضیح خواهم داد در آزمایش گریفیت همونطور که میبینی خب اینجا چه اتفاقی افتاده است از سمت چپ این نشانک مشخص میکنه که هدیه قلب من به تو هست ببین تزریق باکتری های بدون کپسول به موش یعنی زبره ها را تزریق کرد موش مریض نشد زنده ماند باکتری کپسول دار را به موش تزریق کرد موش مرد حالا اومد باکتری های کپسولدار کشته شده با حرارت حرارت یکی از عواملی است که باکتری ها را میکشد حتی باکتری های مثل حالا باکتری خدمت شما عرض کنم که بیماری بوتولیس و هم که در بالای 120 درجه حرارت داده بشه کشته می شود ببین گوش بده تزریق باکتری های کپسولدار کشته شده با حرارت موش سالم ماند حرارت یعنی باکتری مرده بود حالا آزمایش چهارم اتفاق جالبی افتاد باکتری مخلوطی درست کرد آقای گریفیت یعنی این کپسولدارهای مرده را با حرارت مرده را با بدون کپسول زنده مخلوط کرد ببین الان اینجا مشخصه تزریق به موش کرد موش مرد درسته خب ما یه مقدار در زیست شناسی جلوتر بریم روی سوالها ها قشنگ اینا رو توضیح بدم بهتر خوب میفهمی در اصل اینجا چی رخ میدهد حالا در جلوتر ترکیبی بهت بگم ترانسفورماسیون رخ میدهد درسته ترانسفورماسیون رخ میدهد خب یعنی باشتری مواد ژنتیکی را از محیط یا جاندار دیگه میگیرد باکتری ما این اینجا میگم حالا باکتری مواد ژنتیکی را دیگه مجبوریم یه مقدار گسترده تر بگیم چون بیس میخوای باید همین بیس کار بشه باکتری مواد ژنتیکی را از محیط یا جاندار دیگر میگیرد حواست باشه خوب اینا را بدونی و خصوصیات ظاهری تغییر می کند یعنی باکتری بدون کپسول به کپسول دار تبدیل می شود در خون و ششش مشاهده می کنه کتابت هم باید بخونی که در اصل خصوصیات ظاهری تغییر می کند خصوصیات ظاهری یا فنوتیپ تغییر می کند با اینها کجا آشنا خواهی شد در فصل سه و چهار با اندکی با اینها برخورد خواهیم کرد در کتاب زیست دوازدهم به خاطر این اینا را دارم بهت میگم که نتیجه به خاطر این میگم که حواست باشه چون سوال ها را مجزا از یه نکته نمیدن همینجور که مطالب میره جلوتر و پیشرفت میکند سوال ها را هم به این صورت بهت خواهند داد درسته؟ این حواست باشه ماده وراستی نتیجه گیری که شد برای آقای گریفید این یادت باشد نتیج ماده وراستی دیگه تمام شد توضیحات گریفید ماده وراستی از یاخته به یاخته دیگر چی می شود؟ منتقل منتقل می شود ولی حواست باشه ماهیت مشخص نشد ماهیت مشخص نشد ماهیت چه کسی بود؟ دینا یا دی این ای اینها در زمان آزمایش آقای گریفید مشخص نشد خب تا حدی فهمیدی چهارتا آزمایش را خوب دونستی نکات را بریم سراغ سؤال دیماه 1398 با نیم نمره که در مورد آزمایش گریفیت هست حدود 89 تا سوال 89 بار در سالهای اخیر از این مبحث سوال داده شده است باید حواست باشه که به چه صورت جواب بدی گفته گریفیت با انجام چه آزمایشی نتیجه گرفت که وجود پوشینه در باکتری ها به تنهایی عامل مرگ موش نیست خب چیکار کرد باخت پوشینه ببین یادت باشه حرارت نکات دقت کن پوشینه را نمی کشد پوشینه که پلیس هست اون که کشته نمیشه درسته یادت باشه پس باید اینجوری جواب بدی تا نیم نمره را در اینجا که دو جزء 25 صدم هست بگیری درسته چجوری باید جواب بنویسی بگی باشتری های پوشین داره کشته شده با گرما را کشته شده با گرما را خب به موش ها تزریق کرد تا اینجا 25 صدم مصحبت میده 25 صدم از اینجا میگیری خب و مشاهده کرد خب پوشینه که عامل بیماری نبود و مشاهده کرد که موش ها سالم ماندند بس عامل بیماری پوشینه نیست موش ها سالم ماندند مانند چرا نوشتم؟ باید بنویسم ماندند درسته؟ خب پس این این قسمت بنویسی تا اینجا 25 صدم و اینم 25 صدم از اینجا نمره را خواهی گرفت بس باکتری وقتی که پوشینه داره میکوشه ما حواسمون باشه کپسول را نمیکوشه کپسول یک نوع محافظ خارجی برای باکتری هست که خود باکتری را در برابر عوامل بیرونی که میتونن باکتری را از بین ببرن محافظت میکنن بریم ببینیم که در دیماه 99 تر را چه سؤالی خب طرح کرده است خب 25 صدامون بهش داده گریفیت مخلوطی از باکتری پوشینهدار کشته شده با گرما و باکتری فاقد پوشینه زنده رو به موشها تزریق کرد نتیجه چی بود اینجا در سوالش چند تا آزمایش مطرح میکنه یکیش آزمایش گریفیته میگه نتیجه چی بود تو باید فقط یک کلمه بنویسی نه یک کلمه ها اینه بنویسی فقط اینها رو بنویسی موشها مردند بنویسی و 25 صدم بگیری درسته بریم سراغ سوال دی ساعت گفته دستور العمل های هسته در حین تقسیم از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند من قبل از گریفیتم هم چون یک سری مطالب گفته شده است اونها را هم برات آوردم ما دیدی گفتیم مرکز فرماندهی یاخته کجاست هست است انتقال دستورالعمل به دو طریق هست از یاخته به یاخته درسته در دستور در حین تقسیم تقسیم منظور تقسیم سلولی هست حواست باشه در تقسیم سلولی درسته از نسلی به نسل نه از یاخته ای به یاخته دیگر از یاخته ای به یاخته ای دیگر منتقل می شود تمام شد یعنی این را باید در امتحان نهایی در قسمت پاسخنامه بنویسی نادرست گفته بود اگر از یاخته ای به یاخته ای دیگر منتقل می شود درست می شد یا می تونست چه دستورالعمل های هسته در حین تولید مثل به جای حین تقسیم گفته بود تولید مثل اون موقع باز جمله درست می شد کاملا دقت کن کاملا دقت کن بریم سراغ دی 1401 از نتایج آزماش های گرفیت درست مشخص شد که دینا عامل مؤثر در انتقال بله من خیلی قشنگ اطلاعات دارم دینام از آزمایش گریفیت نه مشخص نشد و ایوری و همکارانشم هم بعد از این که در فیلم بعدی خواهم آورد در اونجا خب پس اینجا نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود عین جمله کتاب ما ماده وراستی از یاخته به یاخته دیگر منتقل می شود خب اینه فهمید اما یادت باشه ولی ماهیت مشخص نشد پس کاملا غلط دینارا نفهمید گرفتید. این حواست باشه سوال بعدی خب از نتایج آزمایش های گریفیت مشخص که تو ماده وراستی میتواند از یاخته این دیگه درسته به جای دینا گفته ماده وراستی این درست هست ببین چقدر جالب سوال ها را هر دفعه پیچونده برخلاف قبلی این کاملا درسته بریم ببینیم در شهریور 99 ببین چقدر قشنگ جدا جدا کردم نری دیگه حوصلت نگیره وقت امتحان از الان میخوام خوب بخونی شهریور ور 99 درست یا نادرست گریفیت عامل بیماری آنفولانزا را نوعی باکتری به نام استرپتوکوکوس نومونیا میدانست درسته شهریور 99 گریفیت عامل بیمار بله بله ولی بله بله در حالی که نمیدونستن که استربین درست ها ولی نمیدونستن که عامل بیماری ذات ریه یا سین پهلو هست حواست باشه شهریور 1400 باز دوباره درست نادرست پرسیده در آزمایش های گریفیت ماهیت ماده براسدی و چگونگی انتقال آن مشخص نشد این کاملا درسته وای به حال دانش آموز عجول عجول یعنی عجله می کند چرا عجله می کند این را نمی خونه. تا اینجا میخونه خونه خوبم بلده ها با اشتباه 25 صدم را از دست میده یعنی در رقابت کنکور ممکنه این 50 تا 100 نفر را با توجه به اینکه معدل از هر گذاره برات منفی بذاره یعنی رتبه را ببره بالاتر اجون تراز خراب کنه تراز بیاره پایین تر دانش آموز اجون این را نمیخونه بس اینجا را دانش آموز عزیز حواست باشه خوب بخونی گفت نشد یعنی سوال خوب بخونه کاملا درسته تا اینجا خوب نخونی می نادرست خب چون ماهیت مشخص نشده بود اما در شهریور 1402 ببینیم چه سوالی داده است گفته از نتایج آزمایش های گریفیت مشخص شد که باکتری بدون پوشینه با دریافت دینا از محیط خارجی پور نفهمید دینا را ماهیت را تکرار داره میکنه بس اینم میشود نادرست خب اما برسیم به سوال خرداد 1402 لطفا همینجا فیلم متوقف کن ببینم میتونی جواب بدی یا نه این برای دانش آموزی که ترکیبی کرده چون جلوتر از این یواش باش که ساختار دنا آشنا بشی اولین چیزی که یاد میگیری همانند سازی است این باشه من اینجا فقط به خاطر یه نکته آوردم از الان خوب بدونی تعداد جایگاه های آغاز همانن سازی در دنای کدام جاندار مورد مطالعه گرفتید میتواند بسته به مراحل رشد نمو تنظیم شود چرا بسته به مراحل رشد نمو تنظیم شود عین جمله کتاب هست خب این جمله کتاب هست ما جانداران را با توجه به اینکه که یاخته هاشون هسته داشته باشد یا نداشته باشد به دو دسته پروکاریوت و یوکاریوت تقسیم میکنیم یوکاریوت و پروکاریوت تقسیم میکنیم در دو تا جاندار اینجا کار کرد چقدر سوال رو خوب رفته روش یه جاندارت باشتری بود یادت باشه آقای گریفیت کار میکرد یه جاندار ما موش بود موش یوکاریوت باشتری پروکاریوت هست درسته؟ خب بعد ما حواسمون باشد که ما در یوکار پروکاریوت ها یک جایگاه همانندسازی داریم و در دو نقط نخ... جهت مختلف عمل می کند ولی این جمله کتابمونه در یوکاریوت ها تعداد جایگاه های باید اینه بنویسد بس اینجا جواب یکی باید بنویسه موش یه 25 صدم ازش بگیرد بعد بنویسد موش چی هست یوکاریوت هست از اینم بیست صدم بگیرد و بعد این را هم بداند میتواند در ادامه این را بنویسد دانش آموز یا نخواهد بنویسد مشکلی نیست چون 25 صدام بخاطر به خاطر کلمه موشه و یوکاریوت هست 25 صدام به خاطر اینه باید بنویسد اینم من مینویسم در یوکاریوت ها و تمام دارد میشود فیلم امیدوارم تا اینجا حوصلت گرفته نگاه کردی در یوکاریوت ها تعداد جایگاه های آغاز همانند سازی آغاز همانند سازی درسته در دینای آن دینای بزرگی دارن این ها در دینای آن یه نقطه باشه که خیلی زمان میبره در دینای آن میتواند بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم شود درسته خوب ببین اینا رو نمیخواسته چون نسمی این اصلا تو سوال بسته من راه روش از روی کتاب از روی سوال دارم من میگم فقط اینها رو باید حواست باشد امیدوارم که در مورد گرفید هر چی لازم بود برات گفتم و مشکلات رفت شد لطفا باز در آخر میگم یه لایک بزن با اون انگشته قشنگت یه کامنت هم بده من خستگیم رفت بشه اگر مهمانم هستی دنبال کننده باش خدا نگهدار تا فیلم بعدی انشاءالله زیاد کار خواهم کرد تو کانال خدا نگهدار به امید و موفقیت و گرفتن بیست عزیز در امتحان نهایی خدا نگهدار